مگه نگفتم دیگه با من تماس نگیر؟ ها؟ خب ننگ یادون از این واقعه دار دوزاری ها اومد، تو دیدیش؟ آره دیدمش، برادرزاده مشکا. تو از کجا فهمیدی؟ خب من که بهت گفتم تو این پارک روبرویه، من دارم همه چی نگاه میکنم، تحت نظر دارم. گفتم با من تماس نگیر، میفهمی؟ ارسلا این یارو از این چیز هاست، آدم ارث خور حرفه یاست، یه گنده کار در میاد، بزن بیرون دیگه ها. این همه بدبختی کشیدم چی؟ حالا ول کنم بیام بیرون؟ خب مگه نمیگی یارو پول داره؟ خب دیگه به ارث احتیاج نداره که، خودش ببینه اینجا معطلی داره ول میکنه میره. ببین با یارو از این ارث خور حرفی، ببین من دیگه جون زندان رفتن ندارم، نمیتونم، بیا بیرون دیگه، داره گندش در میاد. آقا جان اگر دستگیر بشم اصلا نمیگم هم دست دارم، خیالت راحت، انقدر مزخرف نگو، من تو رو لو نمیدم، میفهمی؟ با من که میدونم تو خیلی رفیق با وفایی هستی، تمام بار این رفاقت رو شونه های تو، من میگم اگه تو رو بگیرن چی میشه دیگه؟ بره بابا، یعنی این که من الو 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 قطع کرد الو. اینه؟ آره اینه، ببینم آقای زنده است؟ آره دیگه زنده است، این دستگاه رو به این همه داره تلیک تلیک میکنه، یعنی زنده است. وقت تا کی گفتم؟ طبق تشخیص پزشک امن جناب آقای مشکات بزرگ، ایشون 40 روز دیگه فرصت دارن. چند وقتش گذشته اون وقت؟ 7 یا 8 روز قربان. چطور مگه؟ هیچی بابا، امروز چنده؟ 11 بود داره؟ امروز 19 همه قربان. بابا 20 روز این بعد در روزم اون وقت کار زندگی میه، دستگاه نو هم؟ بله قربان، بهترین و گرانترین ICU موجود رو برای ایشون تهیه کردیم، نگران نباشین. یعنی خب دست همون جانت بگی تو دست بایی حرف بزن در دل کن یه گرش حال بیار. دکترها میگن حتی توی این حالت هم بیمار چیزهایی متوجهش میشه. عمو جان، عمو عمو، خیلی حبتم متوجه شد، خیلی حواست جمع، اولا هم حواست خیلی جمع. ای بابا، این حالا زنده چیه؟ ساعتش کو؟ چی فرمودین؟ گفته این ساعت از دستش واکنی، یه موقع جایی نذارین گم شه، اولین چیزی که توی شلوغ پولیغان میبرن این ساعتش، تجربه شده دارم. خب اینطوری که نمیشه خانم مهاجر، که هر کی از در اومد گفت من مشکاتم، زرتی میبرینش بالا سر عمو؟ جناب پروفسور خودشونو معرفی کردن، گفتن برادرزاده جناب مشکات هستن. خب به معرفی نیست خانم مهاجر که، اصلا ممکنه طرف قاتل باشه، بخواد بالا سر عمو جان ایشون رو بکشه. شما از کجا میفهمین؟ بعدم از بنده یک کارتون مدارک گرفتین تا ثابت شد من مشکات هستم. غیر از اینه دیگه، هر کی زنگ اینجا رو میزنه شما میگین بفرمایین ارث. جسارتان آقا ببخشید، ولی من تا کارت شناساییشو ندیدم راهشون ندادم، مطمئن باشین. فرید جان به کارت شناسایی نیست قربونت برم، کارت شناسایی رو میشه جعل کرد، از هر چیزی رو میشه جعل کرد، میشه هر سندی رو جعل کرد، به کارت شناسایی نیست. نه نه، شما خودتون رو نگران نکنین، من خودم همه چی رو کنترل میکنم. به هر حال خانم مهاجر، این جانوری که من دیدم از خانواده ما نیست. بعیده. یکی دیگه هم هست. چقدر حلال زاده هست. جناب دکتر حسن خان مشکات، پسرعموی جناب علی. به مجدد و علیکم. پسر عمو جان. آقا خیلی مخلصیم. آقا چه؟ شاخه شمشادیه. خوب آدم پسر عمو داره. ما قبلا همدیگه رو دیده بودی تو بچگی؟ بینم. پسر کدوم عمویی؟ من پسر عمو رجب هستم. قربونت برم. جمشید جان، خانم مهاجر. سلام. به 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 به، عرض ادب مجدد خانم جون هستم. خیر، وکیل عمو جان هستم. به به به. ببخشید، فقط قبل از هر چیزی من باید چند دقیقه وقتتون رو بگیرم، اگه اشکالی نداشته باشه خصوصی. این به چشم. بفرم. اتفاقا من دنبالتون میگشتم. بله. بایی چیزی میام خدمتتون. بفرم. معذرت میخوام، ایشون پسر کدام عمو جان هستن؟ چه میدونم، من پسر هر کی میخواد باشه، این فرق میکنه. جسارتاً اردشیر. من این کارت شناساییش رو نگاه کردم، نشته بود نام پدر اردشیر. داریم همچین جانوری؟ بله جناب پروفسور، بله داریم چنین شخصی موجود قربان.
آقای اردشیر مشکات برادر کوچیک جناب مشکات بزرگ هستند که متاسفانه 4 سال پیش فوت کردند. بله، معذرت میخوام، این آقا جمشید همین یکی یه دونه هم دیگه. منم تنهام، کسی رو ندارم، خیلی هم تنهام. به به، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. ببخشید، الان اینجایی که شما نشستین میزه، تشریف ببرین روی مبل لطفا. خیلی ممنون، اینجا راحت. منظور من از تنهایی این بود که خواهر برادری چیزی که ندارین. نه بابا، ما یکی دونه. احیانا با عموزاده های دیگه هم در ارتباط هستین؟ برای اینکه باهاشون تماس بگیرم میگم. یا اصلا عموزاده دیگه هم هست یا همین فقط جناب پروفسور هستن؟ حرفا میزنی خانم مهاجر، کسی که فامیل دوست باشه، عموشو دوست باشه، میره روزنامه رو میخونه، میره آگهی حسن وراثت رو میخونه، پا میشه میاد اینجا مثل ما. اصلا به نظر من آدمی که عرق فامیل نداره باید از اسم محرومش کنی. موبایلامه. الو. الو، سلام علیکم. چطوری؟ چه خبر؟ ای بابا، شما هم این کاری نیستی، من خودم باس بیام. یورو چی؟ خانم ببخشید، ما چقدر دیگه با شما کار داریم؟ من که عرض دیگه خدمتتون ندارم، هویتتون هم محرز شد. گوش کن، روشن کنی من اومدم. آره، کشو سومیه. خب با عزتون اگه کار نداریم، مداری که ما رو لط کنی با عزتون مرخص شیم. من یه چیزی خدمتتون عرض نکردم، یعنی شما اصلا فرصت ندادیم. چرا به مشکات بزرگ سفارش کردن فقط اقوامی از ارث سهم میبرن که لحظه فوت کنارشون باشن. چی؟ خب حالا این یکی چی کار است؟ تو کار خرید و فروش جایی میخره فروش میکنه، میخره فروش میکنه. شده این فیلم جویندگان عاطفه. عمو میخواد بمیره، فامیلش میان ببیننش. کجای فیلمش؟ هنوز ساخته نشده. روبانش رو میخوام خودم بنویسم. من خانم جسارتن روبانو میبندن، رمانو مینویسن. جسارتن آقا فرید، کسی تا حالا با لقب زده تو دهنتون؟ بله، خودت شما یه بار زحمت کشیدین قشنگ. وقت خوبه ببر. بشور بسو بدبختیش مال ما بدبخت بیچارا بود. حالا که بوی ارث و میراث به مشامش خورده، این قوم یعجوج مجوج حمله کردن. من که دارم دنبال کار میگردم روی اینجا. یه دونه آگهی هم دیدم، نوشته بود یک منشی زیبا با وقار مسلط، اینا میخوان برای فرمشو پر کنن. جسارتن شما زبان بریل بلد باشین ها. چرا؟ من خانم کور که نیستم، میبینن شما رو. من میزنم گردن اینو خورد میکنم ها. شما دوتا کاروبار ندارین؟ به جای که قد بیز بیز کنی بریم به کاراتون برسیم. روی، آلبرت گفت چای آماده کنی. کی گفت؟ نیم ساعت پیش. خاک بر سر. خوبین شما؟ چه خوبی عزیز من، کار زندگی افتادیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بله خب بیزینس به هر حال سخت شده دیگه. بله. اون وقت این خانومه میگه باید اینجا بمونی؟ خانم مهاجر، من کار دارم. حالا شما علافی اینجا طلب شدی، من که نمیتونم. البته من عرض کنم، بنده به لحاظ شغلی در یک رو کشیش تلاست. تا حالا دیده بودی؟ ولی چیه؟ عرض کنم خدمت. الو، غلط کرده، فقط زمین بخر. آره، بازار تلارم تا آخر هفته آرومش میکنم، پول میکشه تو ملک و املاک. گوش کن، فقط 8 میلیارد زمین بخر. آره، نقدینگی لازم دارم. میبینی آقا، میبینی گرفتاری های ما رو؟ آخه هلاک شدم براتون. بنده یک پیشنهاد. کامیکازاست در لامبرگونی. بله، عرض کن.
الو، تیم چندم جدوله؟ بخرین. آره آره آره، فقط شلوغش کنین. ببین یه چند تا ستاره میخرین، خب یه مربی قالتاق، دو تا بوغچی. نه نه، داور و کمک داور دارم، هست اونا. آره بابا، پولم کجا بود آخه؟ یکی یه پورشه پیش قسمشون بدین. آره گوش کن به چی میگم، گوش کن، چند تا مجله ورزشی هم بخری، میخوام تا آخر فصل رو جلد باشم. آره آره صفا. میبینی آقا؟ میبینی؟ بله، خدمتون عرض کنم یک پیشنهادی بنده خدمتون داشتم، اگه اجازه بدین. من پیشنهاد میدم که شما خیلی گرفتارین، تشریف ببرین به کاراتون برسین. عمو جان که سوت آخر رو کشیدن، بنده میسکال براتون میندازم. سی سی بچه، یه تلفن ثابت بیار ببینم. معذرت میخوام، با گوشی های خودتون زنگ نمیزنی؟ میدونی هزینه این مکالمه الان دقیقه چنده؟ حدوداً 750 ریال. فهم انصاف ندارن که. ریال عرض کردم، ببخش. الو الو سیسی جون، رسیدی دوبه اصلا؟ بازم تأخیر داشت. الهی من بمیرم، الهی بمیرم. قربونت برم، خسته که نشدی؟ نه بابا هنوز زنده است. تازه میگن 30-40 روز دیگه. آره اینجا تلفن ثابت هست، تون به تون به زنگ میزنم. بابا سیسی بابا، آخیر آخیر سیسی بچه تونن. خیر، سیسی جون مامان بچه مونه. آن باید خودم حدس میزدم. به پیشنهاد بنده فکر کردین، شما خیلی گرفتارین. بایزت ما هستیم، سیسی که رفت، کارامونم که اینجا با تلفن انجام میدیم. پیشنهاد میدم اگه کاری داری بری، عمو که تلف شد میام رو خط برات میسکال میندازم. حله؟ من که پسر عموی به این دسته گلی رو تنها نمیذارم که. جان، یعنی کی میتونه باشه این وقت روز؟ سلام. زهر مور برو گم شو. جان این خودتون رو سکا نیک میریم. خانم این چه طرز حرف زدنه؟ میگم امرتون، چی کار دارین اینجا؟ ای وای مردشو ریخت تو ببرم بجونه خودت کار داره. این چه طرز حرف زدنه خانم؟ من مسئولیت دارم، میگم امرتون، اسمتون، چی کار دارین اینجا؟ بگی من راهنماییتون کنم. تو غلط میکنی. سوسن جون که لسه گوشی ببخشی، چی میگی تو؟ سلام، میگم اسمتون، امرتون، اینجا برای من مسئولیت داره، بفهمین چی کار دارین. به شما چه مربوطه که اسم من چیه اینجا چی کار دارم؟ این چه میدونه؟ میره تو این سایه قرمز، باید بره خوشویی. ماشین وسط کوچه گذاشتم، پارکش کن. سوسن جون عزیزم ببخشید. الان چی شد؟ ما چی میشیم؟ باشه قربونت برم، قربونت برم. باشه باشه، خدا سلام عرض کردم. خانم کجاست؟ روی دایره قرمز لطفا. ها؟ خواهش میکنم روی دایره قرمز بیستید. کجاست جیمی؟ خانم شما اگر روی دایره قرمز نیستید، بنده نمیتونم به سوالات شما پاسخ بدم. روی دایره قرمز لطفا. بینجا تو رو جمشید شیرت کرده که منو دک کنیم. کور خوندی؟ گفتم جمشید کجاست؟ جمشید! جمشید! خانم لطفاً آرامتر، ما اینجا بیمار داریم. آقا آلبرت، خانممه. سلام سوسن جون، تو اینجا چی کار میکنی؟ اینو من باید از شما بپرسم. بابا من تلفن که همه چیزو بهت گفتم که من اینجا گیرم. کشو هنوز نمرده. با؟ نمرده؟ پس برای چی تو روزنامه اعلامیه داده مردم مظاهره کرده؟ من که پروازمو کنسل کردم. بابا تو الان باید دبی باشی. ای عجب گیری، راه افتادی داری منو تعقیب میکنی؟ نه خیر، من اومدم اینجا ببینم چی شده که شما شرکت، نمایشگاه، صرافی رو ول کردی، تلپ شدی اینجا. این یارو کیه؟ ایش من پروفسور ارسلان مشکات هستم. ایشون هم خانم بنده سیسی.
خیلی خوشحالم. مگه شما پروفسورم توی فامیلتون دارین؟ فکر میکردم جد اندر جد گریگورین که بیا بریم بالا ببینم. بیا خانم سرکار. خانم هنوز هماهنگی های لازم جهت اقامت شما باید روی نقطه قرمز میستادن ایشون. جان درزی شرط احمقانه هم گذاشتی که هرکی لحظه مرگ بالا سر ملیت بود ارث میبره، نبود هوتوتو سابید بلک. یعنی چه؟ مملکت قانون داره دیگه، سر جنازه تای جنازه نداره که. خب خیلی سر وصیت کرد قانون دیگه چیکار کنی؟ ولی من حسابش کردم موندن به نفعمونه. ببین ما بیشتر از 300 میلیون که نمیتونیم در بیاریم، درست؟ اینجا تهش 40 روزه، روزی 8 ساعت کار جمعا میشه 320 ساعت. شما اینو ضرب در 300 میلیون کن میشه 9 میلیارد و 600 میلیون، بگو 10 میلیارد، درست؟ من اینجا سر انگشتی حساب کردم حداقل 50 میلیارد توش خوابیده. تو که تا الان میگفتی که عموی من 100 میلیارد ثروت داره و چنینه و چنانه، حالا اول کاری شد 50 تا. آره با این ارسلان هم خیر سرش ارث خوره دیگه، اونم هم ارسلان. آها ببینم 50 میلیارد پول بی زبون باید گیرین چلقوز بیاد، آخه حیف نیست؟ خود میگی چیکار کنم خانم؟ قبل از همه ما اومده اینجا زنبیلش گذاشت تو سر. یه شاسی بلند میگیرم ازت، یه جوری دکش میکنم بره دیگه نیاد. دو تا شاسی کوتاه میذارم روش، بگو برنامه‌ت چیه. به نمیدی که فقط حرفشو میزنی، تا الان یه نمایشگاه ماشین به من بدهکاری سر شرطی که باختی. خب 50% اینجا میبرم محضر در حضور جمع به نامت میکنم، نقشت چیه؟ یه تک تیرانداز سراغ دارم، یه جوری بکشش دم پنجره، یه جوری میدم بزنم وسط پیشونیش، مغزش بپاشه به شیشه. ها نه بابا سیسی جون دیگه جنایش نکن بابا. گناه الو سلام علیکم بنا، چی سریال ترکی چند قسمتیه و چند میگه؟ نه بابا گرون میگه. گوش کن، من 700 قسمت سریال تخت پادشاه رو خریدم 250,000 دلار. آره نه بابا بگو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. نه بیاره خط یه میس بنده گام شوی. نه خلاصه خانم من هر جوری که حسابش میکنم میبینم این قضیه به نفعمونه، شما خیال تخت تخت باشه. بابا اینقدر گیج میزنی، منم گیج کردی مرتی که وکیل کجاست برم باش حرف بزنم. کدوم وکیله بابا؟ مردیست که زنه. وکیل خانومه. خب بگو کجاست؟ طبقه بالاست، من باش خیلی صحبت کنم راهی نداره. دنبال من راه نمیفتی بیایا، فهمیدی؟ خودم باید برم باش حرف بزنم. الو جونم، سلام انیجه جون، قربونت برم جان. عروستون زشت شده، خب به من چه؟ عزیز من میمون ماده آوردی آرایشگاه تحویل دادی، پری دریایی که نمیخوای تم آرایشگر معجزه که نمیکنه. وا عزیز من به من چه؟ چی جونی میکنی؟ ببین چقدر رنگش به من میاد، قلبم گره. خب یه چیز بگو بگنج مهین جون، ماشاءالله تو یه دونه دستت هم اینجور جا نمیشه. بده به من، بده به من. بفرما. بیا مادر یه بارو بپوش ببین بهت میخواد یا نه. مامان من لباس کهنه های مردم رو بپوشم. این کهنه است، این کهنه است، نوی نوی، یه بخور بخور این اولش میشه. بابا چتونه چتونه بابا، اینا صاحب داره اصلا، مال هیچ کدومتون نیست. آ صاحبش هم لابا توی. نه خیر، نه به دردت نمیخوره، به سن تو نمیاد. همچین یه نموش کنم برای تنگه ها، به دردت نمیخوره آقا. میگم صاحب داره، سیسی خانم اینا رو داده من برام خوشویی. چی چی خانم؟ سیسی خان همون میلی لیتر سابقه، باید ببینیم. همین که تو دیدیش کافیه. ببینم این زن اون یارو است که شکل شوبد بازار. خدمت رو عرض کنم بیشتر که زنش باشه شوهرشه. جمشید خان تا دیدش رنگ شد عین همین کلاه من خانم. الکی نگو دروغ نگو. به جان خودم. یعنی انقدر ترسناکه؟ عین تانک میمونه. آلبرت با اون کت شلوار و پاپیون و جلیقه رو قشنگ شست. 45 رو تناب خوش بشه. من با این ابهت مثلا نتونستم ازش بپرسم اسم شما چیه. اینا رو زد تخت سینم گفت اینا رو بر خوشیارو شما تا آخرشو بخونید. من فکر کردم میخواد لباسا رو بده بره.
ولی روی جون کسی که میگه لباسا رو ببرین بدین خوشجویی یعنی که میخواد اینجا بمونه. کجا برن مهین جون؟ کجا برن؟ گر نرم خدم حشقن فرت و فرت قضا خورا که کوف زهره ما رو میرسیم تو حلقشون کجا برن؟ بابا عیدات مریض 5 دقیقه 10 دقیقه نه 1 ساعت. بابا اینا خونه زندگی ندارن، کار ندارن، شوهر ندارن. مگه نمیدونین آخه مهین خانم مشکات بزرگ شرط کرده تنها کسایی ارث میبرن که در لحظه مرگ بالا سرشون باشه. اینا از ترسشون نمیتونن تکون بخورن. من به شما بگم تا آمپرای آقای مشکات میزنه اینا اینجا هستن. چه شرط احمقانه ای گذاشت آقای مشکات؟ خب نمیخوای ارث بدی بگو نمیخوان ارث بدن، یعنی چی بالا سرم باشن؟ ای وای خدا به دادمون برسه. من تا حالا فکر میکردم فقط این فضا نورد است که بی جا و جوه اینجا موندگار شد. من میدونم اینا میان اینجا بعد بکش بکش دارن همدیگر رو میزنن، سر این خونه دعواشون میشه، بعد این خونه رو میفروشن، ما آوانه میشیم، بدبخت میشیم، بی پول میشیم. مهین دوباره شروع نکن، پاشیم پاشیم به کارامون برسیم. الان است که آلبرت از اون بالا داد بزنه ناهار. راستی این مرد مجبور اینجا بمونه، زنه برای چی چترشو پهن کرده؟ چی میگی روی خانم؟ سیسی خانم خودش یه پا برادرزاده است. آلبرت بهش 3 اتاق نشون داده، گفته اتاق من باید رو به آفتاب باشه. الان هم اگه اجازه بدین من اینو برم خوشویی خوشویی بسته باشه، خودش شخصا دکلتم میکنه. حالا اون همه لیاقت خانم بده بابا بده مردم بده. آفرین آفرین، اینقدر خوشم میاد از این دختره که روی پای خودشون وای میسن. من موقعی که اولین سیسی رو که زدم از پول بابام زدم، میدونی اون موقع تازه مشکات اومده بود خواستگاریم، 2 پاره استخون بود، 3 تا دونه دکمه زرد، فرق از وسط باز. بعد اون موقع بابای من طول سگمونم رو دوشش نمینداخت. آخه میدونی ما بابامونو توپ تکون نمیداد، سگ داشتیم. آره بعد بقیه شعبات سیسی رو هم با پول بابام زدم. فکر نکنی از این زنای دست و پا شلفتی بودم که الکی همینجوری میچرخم برای خودشون؟ نه، آرایشگاه های زنجیره یه سیسی رو من بودم، یعنی یه مال منه. من نمیدونم. خب بله کاملا مشخص، از اون لک و پیس صورت و دست اصلا به صورت نزدی معلومه که نمیشنسی. ببخشید الان چه کمکی از دست من براتون ساخته است؟ آه کمک، میدونی که مردی رو که میشناسی اصلا درست بلد نیست، حرف بزنه نمیفهمه، نه حرف میزنه اینا. میخواستم سیر تا پیاز این ارسو میرسو بدونم که چجوری هستش و اینا، اگه میشه برام بگین. ها موکل من که جناب مشکات دیدین توی کما هستن، استاد منم آقای اعتمادی. شما ازدواج کردین؟ بله. ازدواج شوهر نامزد کنید ازدواج شده ها؟ نه نه، یه بار دیگه دوروبر مشکات پیدات بشه زیادی میونمون شکراب میشه ها. حالا من گفته باشم که حواس جمع باشه که علی سوسن چطوری حالت خوبه؟ ببین یه کیس برای برادر شوهر مگی بود داره پیدا کردم. نه بهش نمیاد از خانواده درست حسابی باشه. نه 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 دیگه لباس چشات لنزه؟ نه 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 نیست. چشه خودش؟ آره 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 خوبه خوبه، بد نیست. نه آدم حسابی نیست. نه 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 آدم حسابی نیست، ولی حالا خودت تو روز ببینیش بهتره فعلا. آره آره ببخشید. اسم میخوام میفرمیدید؟ چی میگفتم؟ استاد من استاد من آقای اعتمادی یه مسافرت خارج از ایرانی براشون پیش اومده بود، نمیتونستم به این پرونده رسیدگی کنم. اون وقت این پرونده رو... چه بیان خوبی داری شما. میدونستی من مختر آرایش خلیجی بودم تو کل دنیا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ تا حالا من پسر عمو از نزدیک ندیده بودم. خب چه شد روشن؟ بله بله دست شما درد نکن. خیلی ممنون. چکر دست تو درد نکن خانم. شما چه زن؟ خیلی ممنون. خانومتون بوده؟ زن که نگو، زلزله، بلا، سولامی. سونامی؟ آقا ما عالم آدم روی انگوش میچرخونیم، حریف این یکی نشدیم. بله با این همه گرفتاری هم که دارین اینجا علاف شدین واقعا. جسارتا بنده نفهمیدم شغل شما چیه دقیقا؟ جمشید. کدوم جمشید؟ جمشید مشکات. بله اسمتون نمیدونم ولی چهرتون خیلی آشنا نیست. برای بچه به میگن جیمی هزار پا. آه یعنی یه پا دو پا میزنی؟ نه بابا
غیبت خونه و ماشین و زمین و گاو و گوسفند و سکه و اینجور چیزا تعیین میکنه. ها یعنی متخصص قیمت گذاری هستین؟ زبون بگی الان قرار زنگ بزنن قیمت سکه رو براشون تعیین کنم. حالا میبینی شوخی میفرمی؟ از این موبایل سه تا زدم، یکیش دست منه، یکی شاهزاده هری، یکی هم آنجلا جولی جولیا. الو سلام علیکم، قیمت میخوان؟ آقا جان قیمت نفت الان بشکه چنده؟ طلا چی؟ آها به خاطر جنگ داخلی سودان. آره اینو ضرب میکنید در الان بارون میاد؟ ای بابا خیلی خوب، پس میشه یک و صد. آره سیسی همه روز حالش خوب نبوده، بد اخلاق بوده، منم که اینجا گیر کردم میشه 1280. آقا گردش کنم بالا یا پایین؟ جان آقا جان به خاطر این پسر عموی عزیز ما میشه 1250. دیگه زیر این قیمت تو بازار نفروشه کسی، قربون تو. معذرت میخوام الان قیمت سکه شد 1250؟ قیمت الان البته، حالا تبین بعد از اون چی میشه. بر چه اساسی؟ اساس ریاضیات اقلیدوس سخت سنگین، الان بهت بگم فرار نمیگیری. جسارتاً من یک دوستی دارم، ایشون ماه به ماه یک سکه مهریه خانومشون رو میدن، گفتم حالا که فامیل هستی. بله گفتم حالا که ما فامیل هستیم من سر هر ماه یک زنگ به شما بزنم، شما قیمت سکه رو بیارین پایین، بعد دوست من که سکه شد داد شما دوباره قیمت سکه رو برید بالا. یه میسکال بنداز حل. قربون آقاییتون. بله راستی گفتی شغل چی بود؟ بنده فضانورد هستم. بابا اون که ما هم برای سفر کل ماه عید رزرو کردیم، از کجا پول در میاری؟ بنده هم خیلی پول در میارم. میبینم نفر اول اومدی تو صف ارث و میراث زنبیل گذاشتی. واسه نویا بیا آه بگیم پوزش میطلبم خانم ها، نهار حاضره. واسه بیا موضوع کنوشو تخلط گذارت تاش نارید الان میاییم، الان میاییم تمام شد. آب زیبو، نه مزه داره، نه طعم داره، نه رنگ و بو. همیشه خونه فامیله مشکات ما گوش نمیمونیم. حالا دو روز دیگه مهمونیم خانم. بله حق دارن سیسی خانم، واقعا شما تازه توی وفور نعمت امروز تشریف آوردین، اگه تو قحطی دیروز تشریف می آوردین چی میگفتین؟ میگم جمشید جون آقای پروفسور چقدر درکشون بالاست. اصلا اولین شرط کار ما درکه، یعنی اگه شما تو شغل ما یه روز درک نکنید اون روزتون خراب شد. میگم آقای پروفسور شما تو کار فضایی؟ هوا، فضا، کهکشان، هر جور که فکر کنید. ای وای ما همیشه به جمشید میگم ما که امسال عید به جای آنتلیا بریم فضا. خوش نمیگذره خانم، فضا که مرکز خرید نداره. من برگشتن جواز سوسنجونی چی میدی؟ آقای پروفسور واقعا تو فضا نمیشه خرید کرد؟ مرسی. توی فضا خب چرا میشه خرید کرد، منتها خب با این گرونی و اینها شما همین چهار استانبول خودمون خرید کنید به صرفه تره. پروفسور شما بگین، فضا دریا داره، ساحل داره، کنسرت داره. خیر واقعا کم بوده امکانات، بیداد میکنه اونجا. ولی حوضش کلاس که داره، کپسول داره، لباس مخصوص رو زمین هم نیستی ها؟ من که 2020 برای سفر به ما رزرو کردم، اگر لطف کنه پروفسور یه پارتی بازی بکنه ها سریع اعزام میشیم. ما برگشتن یه مهمونی هم میگیریم، شما می لباساتو میبوشم وقت شروع کنم درس خاطر بعد میگم پروفسور. بابا من هر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم. بله بفرمایید بشینین. من هرگز نمیشینم قربان. بله معذرت میخوام جناب فیزی تشریف نیوردن نهار. آقای فیزی سردرد داشتن خوابن. خانم مهاجر هم تشریف نیوردن، ایشون هم پریشان چهره بودن، استراحت میکنن. بله
بله عرض زمین هست که شما که کره زمین برای این بلند پروازی هاتون کوچیکه، چجوری تو این خونه کوچولوی تنگ تاریک با کنار یک در واقع بیمار در بستر مرگ میخواین سر بکنین اصلا؟ بالاخره آقای پروفسور، ما که نمیتونیم شما رو تو این شرایط سخت تنها بذاریم که. ها نجمشید جان، فامیل به درد همین روزا میخوره. بله از اون لحاظ گرفتم همه چیشه. به خاطر اینکه اینجا صبحانه خیلی صبح زوده، یعنی زابرا میشین از خواب، بعد حالا کوتا نهار لنگ ظهر، بعد شبها اصلا شام حاضریه در واقع، بعد شب خاموشی میدن، صبح هم که اصلا بیدار باشه، اصلا 5 و 6 صبح بیدار باش میدن. خیلی شرایط آلبرت جان از سختی های اینجا بگو بر بچه ها. کدوم سختی ها قربان؟ این که به خواست جناب مشکات بزرگ چهارشنبه آخر هر ماه آزاد باشه، این که ویلا نگو کویت بگو. اینا همه شایعه است. فرفوس و جو اینا رو ولش کن بابا، خودت بگو الان دقیقاً کدوم بخش ناسا کار میکنی؟ من همه جاش هستم، ولی بیشتر ما تو اون در واقع شاخه مریخ نوردی استقامتی هستی. اتفاقا من یه رفیق دارم تو ناسا، مهندس خبیری، میشناسیش که؟ مهندس خبیری؟ کدوم خبیری؟ بابا همه میشناسنش، کامبیز خبیری رو نمیشناسی؟ مهندس خبیری خودمون، مهندس خبیری خودمون میگه. بابا ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، ما فرار مغزها کردیم با هم. اصلا چه شبها داشتیم با این مهندس خبیری، چه روزها داشتیم، کجاها، اصلا نمیشناسم. خبیری اصلا یه چیز شده. خبر ندارین از مهندس خبیری؟ نه بابا من الان چند وقت اصلا خبر ندارم. هی به من مهندس خبری میگفت که من یه مشکات میشناسم، شما رو میگفت. حالا بفرمایید دیگه، قضا از دهن میفته. بله جناب آقای مشکات و بانو، بهترین و شایسته ترین اتاق این ویلا در اختیار شماست. این اتاق مجهز به تمامی تجهیزات است: لوستر، تخت، میز و صندلی، کمد لباس، دستشویی با تمام امکانات، سینک، روشنایی، پرده، پنجره و سایر امکانات. همچین دونه 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 میشموره، هر کی ندونه فکر می‌کنه رویال سویته. شما به این لونه موش میگین اتاق مهمان؟ ماشاءالله آقا به 10 تا دخترم داشته باشه ها، یه شب همه رو شوهر میده. یادت باشه کارش تموم شد، ببرید واسه مدیر فروش نمایشگاه. شما لطف دارین قربان، ولی من شغلم را با هیچ شغل دیگه ای تعویض نمی کنم. برای اطلاع از ساعت و برنامه های غذایی این ویلا با داخلی شماره 5 تماس بگیرید. رأس ساعت 5 چای خوری، رأس ساعت 10 شب مراسم شام، رأس ساعت 11 خاموشی اعلام میشه. تبصره: کرکره های ایمنی این اتاق تمام شب بسته خواهند بود. با اجازه. جمشید خوب گوشاتو واکن، ببین من چی دارم بهت میگم. اگه قرار ما اینجا موندگار باشیم، یا قوانین اون چیزایی میشه که من میگم، یا این ویلا اون عموتو تو رو همه رو با هم آتیش میزنم من. حالا ببین چی بهت گفتم. سخت نگیر خانم، یکی دو شبه میگذره. پس ببینم، تو ناسا آشنا داری؟ پس اگه آشنا داری چرا این سفر کره ماهمون رو انداختی سال 2020؟ خب یه زنگ بهش بزن، عید امسال به جای آنتالیا میریم کره ماه. خانم دلت خوشه ها، من رفیقم کجا بود تو ناسا؟ پس این یارو خبریه که بود داشتی سر نهار به این دکتر میگفتی، اون کی بود؟ خبری اصلا وجود خارجی نداره، من علکی گفتم این پسرم و دکترمون رو خواستم ببینم چند مرده حلاجه همین. یعنی منظوری دیگه؟ آره، بذار فردا من تحتو این قضیه رو در میارم، اون وقت بهت میگم این چه کاره است، چی تو چندشه. فردا همین موقع یه هایی میبینی سه دنگمون شد شیش دنگ. آها خب پس جمشید هزار پا احتمالا که نه، حتما لایقته. ببینید با شما طفلک معصوم چه کردن.
بنده خدا منظوری نداشت، میخواست محبت کنه. آخه شکست نفسی میفرمایید، تکل دوپا رفته تو صورتتون. منظوری نداشت، خیلی صمیمیان. بله، برای همین آثار ضرب و جرح بود که تشریف نیاوردید سر نهار. نه، میل نداشتم. آخه الان دستور میدم نهارتون رو بیارن همینجا تو اتاقتون میل کنید. شما خیلی لطف میکنین، ولی مقررات اینجا رو هم میدونین دیگه، این کارو نمیکنن. نه، اون مقررات مال دیگرانه، برای من که وارث و مالک این ویلا هستم فرق میکنه. همین پیش پای شما دستور دادم که در واقع چهارشنبه آخر ماه به بعد رو آزاد اعلام کنن. یعنی ویلا نگو، کویت بگو. خیلی خوب کاری کردین، ولی نه واقعا میل ندارم. ممنون. میدونم با دیدن این دو نفر راجع به خانواده ما، یعنی خانواده مشکات، چی فکر میکنید. اختیار دارین جناب پروفسور، کار من وکالت، نه قضاوت درباره آدم ها. میدونم فکر میکنید ما از این آدم های تازه به دوران رسیده هوچی بی سواد هم و طلب داریم که پولمون از پارو بالا میره، ولی زورمون میاد یه انعام کوچیک برای گارسون بذاریم رو صورت حساب رستوران. از این آدمایی که میرن زورشون میاد در و پشت سرشون پیش کنن. از اینایی هستیم که ژله رو میریزیم رو باقلی پلو، بعد ادعامون گوش فلکو کر میکنه. نفرمایین این حرفا رو، این صفات به هر کس که بیاد به شما اصلا نمیاد. جان من. بله. ببخشید، شما به این دو نفر مشکوک نیستید؟ نه. مظنون هم نیستید؟ نه. ها، دارین تحقیق میکنین؟ نه. بگین کلن چی کار میکنین راجب همون حرف بزنیم. ببخشید، منظورتون رو متوجه نمیشم. یعنی این آقا واقعا پسر عموی منه؟ تا اونجایی که من مدارکشو دیدم، بله. پسر عموی واقعی؟ بله دیگه. یعنی ایشون هم ارث میبرن؟ خب بله. وقت نصف نصف؟ تا الان نصف نصف. یعنی اینکه اصلا اخلاق، شعور، ادب و در واقع رابطه دوستانه و مهربانانه با وکیل هیچ امتیازی محسوب نمیشه؟ نه. آفرین. آقا، کی اینجاست؟ گلو. امر بفرمایید قربان. ببخشید آقا، تلفن اینجا صفر بند داره؟ تا اونجایی که من میدونم خیر. بچه چرا هرچی من صفر میگم بخواه آشغال میزنه؟ فکر میکنم که خطوط تلفن دچار مشکل شده. آقا فرید دارن درستش میکنن. ای بابا، ما اینجا کلی کار داره آقا، اینجوری که نمیشه. بینم کارت تلفن داریم واسه خارج؟ خیر قربان. آقا یه دقیقه اون موبایل تو بده، این شارژ من تموم شده، یه زنگ کوچولو میذارم بهت میده. داشتن تلفن همراه برای خدمتکاران ممنوعه. امری باشه. برو پی کارت. کوفتتون بشه. الو سعید جون، سلام. جمشیدم. خواب بودی؟ آمریکا میگه ساعت چنده الان؟ الو سعید جون، الو صدات نه بابا، یه دقیقه خط منو بگی نوکردم، یه کار خیلی فوری باید دارم، قربونت برم. آره منتظرم. بابا الو سعید خان، سلام علیکم. ببخشی آره الان خوبه عزیزم. اصلا من تعجبم از اون ورقت تو میگیری صدا بهتر میاد. آره. آقا سریع میگم پول تلفن زیاد نشه. اون پسر خالت بود تو ناسا کار میکرد، الانم ها نیست. خیلی خوب، هیچی. ببین یه پسر پا شده از آمریکا اومده اینجا، خواستگاری خواهر کوچیکه سی سی، میشناسیش که؟ ففه رو میگم. آره آره، میگه اسمش ارسلان مشکات، میگه
دکترم خیر سرش. نمیدونم بابا. آره مثل که نه مثل که تمام عمرش هم آمریکا بوده جون عمش. آره آقا قربونت برم، میگه تو ناسا کار میکنم، میخوام تحت قضیه رو در بیاری ببینی یه همچی اسمی تو ناسا هست یا نه، سریع بهم خبر بدی، من منتظرم. قربونت برم، مخلصتم، میبوسمت، فدات جمع. آه قربونت. خیلی خوب ارسی جون، حالا میبینیم هم دیگه رو. خسته نباشین، وصله شد این تلفن ها؟ آقا یه قطعی داره پیداش. آقا مبارک باشه. خیلی ممنون، تشکر، مبارک. اصلا خیلی خوب شد که اینجا موندین دیگه. بله دیگه همه موندن دیگه، یه چیز اجباری شد که همه باید بمونیم. بله فقط آقا عشق در یک نگاه دیگه، من خودم صد بار تا حالا اینجوری شدم، انگار یه تیری از طرف مقابل میاد صاف میخوره تو جگر آدم. جان من فهم موندم شما خواهر سیسی خانم کجا دیدی؟ عکس؟ آقا چجوری از رو عکس اثر میکنه یه تیر از طرف مقابل میاد صاف میخوره تو جگر آدم؟ معذرت میخوام الان راجع به چی حرف میزنی؟ خبر نداری سیکرت. آقا من خاطرتون جمع باشه، من دهنم قرصه. اصلا کیف کردم تصمیم گرفتین زن ایرونی بگیری همجا تو زمین، فضا چی آقا؟ بعدم ویلا به این خوبی دست فخر خانم من میگیریم میایین تو دیگه. راجع به چی حرف میزنی؟ دست فخر خانومو؟ آقا خبر ندارین؟ دارم براتون لقمه میگیرن، دارم براتون تیکه میگیرن، براتون دارم نقشه میکشن آقا. کیا؟ آقا من پشت این کاناپه داشتم سیم تلفن رو ردیابی میکردم، دیدم آقا جمشید زنگ زد به دوستش تو ناسا آمار شما رو بگیره. آمار منو؟ آمار منو برای چی؟ همین دیگه، میخواد لقمه بگیرم واسه خواهرزنش فخر خانم دیگه. آقا شما اگه میخواین زن ایرونی بگیرین، من خودم سراغ دارم، دخترم میدارم پنجه آفتاب، دخترمو عین ما، دختر خاله رو که اصلا نپرس، دختر دایرم کدبانو بساز، آشپز، خونه دار، هر چی که فکر کن شما اراده کن، من میگم بیام اینجا. خیلی خوب راجب این موضوع بعدا حرف میزنیم، فقط لطفا راجب این چیزایی که شنیدی به کسی چیزی نگو. نه اصلا خاطرتون جمع باشه آقا، من اصلا فرید رازدار، فرید سیکرت، هر چی میخواین صدام کنی. الان برو ادامه سیم تلفن‌ها رو درست کن. فن ایرونی اگه خواستم به من برو.